بچه ها به این کار میگیم چرخه تخمدانی. خب اما فولیکول قالب، یکی از فولیکول هایی که در هر دوره جنسی رشد بیشتری انجام داده و چرخه تخمدانی رو شروع میکنه، در واقع میگن فولیکول قالب. خب یعنی ما گفتیم که در هر تخمدان 1,000,000 در واقع فولیکول داریم، 1,000,000 اووسیت داریم. این 1,000,000 ها هر ماه یکیش در واقع این چرخه رو شروع میکنه. اون یکیش که شروع میکنه یک در واقع صفتی داره، میگه آقا جان رشد بیشتری کرده، چرخه تخمدانی رو شروع میکنه. پس اون فولیکولی که رشد بیشتری کرده مجاز هست، اجازه داره که این چرخه تخمدانی رو شروع کنه. هورمون های LH و FSH چرخه تخمدانی رو هدایت و تنظیم میکنند. اما دوستان در مورد مراحل چرخه تخمدانی، ما دو تا در واقع مرحله داریم. یکی در واقع مرحله عرض کنم خدمتتون که فولیکولی هست، یکی مرحله لوتئال هست. من ابتدا به ساکن از متن براتون توضیحات رو بدم، بعد بریم سراغ شکل که با شکل جمع‌بندی کنیم. خب بچه ها، دوره جنسی زنان 28 روز هست. 14 روز اولش، یعنی 1 تا 14، میشه مرحله فولیکولی. 14 به بعد، یعنی 15 تا 28، میشه مرحله لوتئال. بچه ها، آغازگر این مرحله فولیکولی یاخته های فولیکولی است که از همه رشد بیشتری دارند. بچه ها، فولیکولی که از همه رشد بیشتری داشته یا همون فولیکول غالب، خب فولیکول غالب که از همه رشد بیشتری داره، میتونه که این مرحله رو آغاز کنه، مرحله لوتئال رو آغاز کنه. بچه ها، فولیکول شرایط رو برای رشد اووسیت فراهم میکنه. آقا فولیکول چی بود؟ فولیکول یک در واقع سلول هایی بود، خب، که در وسطشون اووسیت وجود داشت. این سلول های غذا دهنده فولیکول بودن که غذا رسانی میکنن به اووسیت، غذا رسانی میکنن، تغذیه و حفاظت از اووسیت برده دارند. خب چه اتفاقاتی در این مرحله میفته بچه ها؟ چه اتفاقاتی میفته؟ آقا دوستان، گفتیم که مرحله فولیکولی رو فولیکول قالب شروع میکنه. بچه ها، فولیکول قالب که میخواد از همه اون فولیکول هایی که وجود داشته در اون ماه رشد بیشتری کرده، اون فولیکول قالب در واقع چرخه فولیکولی رو شروع میکنه. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره، هورمون FSH به گیرنده های سطح فولیکول متصل میشه و باعث میشه که فولیکول رشد کنه، بزرگ بشه، بالغ بشه. ببینید، پس آقای هورمون FSH تأثیر میذاره بر فولیکول و باعث رشد فولیکول میشه بچه، وقتی که فولیکول در واقع بزرگ و بزرگتر میشه، وقتی که فولیکول بزرگ و بزرگتر میشه یک هورمونی تولید میکنه به نام هورمون استروژن. بزرگ شدن فولیکول باعث افزایش ترشح هورمون استروژن میشه. بچه، هورمون استروژن که داره ترشح میشه، این هورمون استروژن باعث همچنان رشد بیشتر فولیکول میشه، یعنی بازخورد مثبت.
هر چقدر رشد فولیکول بیشتر، ترشح استروژن بیشتر. از اون طرف آقای استروژن که داره بیشتر میشه، ترشح الهاش رو هم بیشتر میکنه. ترشح الهاش رو هم بیشتر میکنه. روز 14 این الهاش میرسه به، ببینید فرض کنید که این روز 14، روز الهاش، روز 14 الهاش میرسه به میزان ماکسیموم، مقدار خودش، خب حد اکثر میزان خودش، میوز 1 کامل میشه، در فولیکول تخمک گذاری انجام میشه.